ستارخان را با رئیس ستادش ملاقات کردیم. او در اتاق کوچکی زندگی می کرد که حتی فرش هم نداشت. او مردی موقر، خوش سیما و ناهز است، با چهره عام هر ایرانی. 45 ساله به نظر می رسد، با صورتی آراسته و اصلاح شده. به جز سیبیل های مشکیش، اصلی ترین شاخص او چشمانش می باشد. او چشمان یک رهبر را دارد، با رنگ فولادی خاکستری، و از زیر ابروان کشیدهش نگاه نافذ خود را به طرف مقابل می دوزد. ما او را هم در شرایط عادی دیده ایم و هم در شرایط بحرانی. در هر دو حالت جذابیت شخصیت او به خوبی بارز است. او دارای شخصیتی خاص است. دوستان عزیز سلام. 25 آبان سال روز در گذشته ستارخان، سردار ملی انقلاب مشروطه ایران، سرداری که در نبردی نابرابر پرچم پیکار و پایداری رو تا پیروزی برافراشت و ثابت کرد اراده ایرانی هر سد و مانعی رو کنار میزنه، سرداری که نشون داد می توان نظام استبداد رو به زیر کشید و باید دیکتاتور و حامیانش رو تسلیم اراده مردم کرد. این جوشش و قیام نتیجه رویش همون خون و همون آرزوهاست. امروز مردم ایران پرچم سرداران رو توی خیابون‌ها بالا برده و دشمنان آزادی رو به زانو درآوردن. مردمی که نام و مرام ستار رو زنده نگه داشتند و همواره خودشون رو وامدار و بدهکار سرداران و طلایه‌داران میهن می‌دونن. پس ما هم در سالگرد درگذشت ستارخان با مروری به زندگی سردار یاد اون رو گرامی می‌داریم. ستارخان فرزند حاجی حسن بزاز خورده پای قره‌داغی در سال 1284 هجری قمری در قره‌داغ به دنیا آمد. پیش از جنبش مشروطه در تبریز به کار خرید و فروش و پرورش اسب اشتغال داشت. هنگامی که جنبش مشروطه در گرفت، او با روحیه آزادی خواهی به جنبش پیوست و به عضویت انجمن ملی تبریز که مشروطه خواهان را در بر می گرفت در آمد. وقتی محمد علی شاه مجلس را برانداخت و مشروطه خواهان را قلع و قمع کرد، ستارخان در تبریز به پا خواست و یکی از درخشانترین مقاومت ها را در برابر سپاهیان استبداد و ارتجاع فرماندهی کرد. نقش سرنوشت ساز ستارخان در این برهه حساس از انقلاب مشروطه، برهه‌ای که از فردای بمباران مجلس در تیر ماه 1287 تا فتح تهران به دست مشروطه خواهان را در بر می‌گیرد، به او نقشی بی همتا در انقلاب مشروطه می‌دهد. در واقع ستارخان سمبل و روح انقلاب مشروطه است. مبارزه با استبداد قاجاری و آخوندهای درباری، ستارخان رو وارد فراز و نشیب‌ها و ابتلاعات سنگین کرد. سردار با عبور سرفرازانه از کوران همین فتنه‌ها بود که ارزش‌ها و درس‌های ارزشمندی رو برای مبارزین و آزادی‌خواهان نسل‌های بعد به یادگار گذاشت. ارزش‌هایی مثل مقابله با ناامیدی و شوریدن علیه تعادل قوای نابرابر حاکم، پایبندی به استقلال و مرز سرخ عبور ناپذیر با اجنبی
و بن‌بست شکنی در شرایط پرفتنه از جمله میراث گرانبهای قیام سردار ملی ایرانه. با نگاهی کوتاه به وقایع یک ساله از دوم تیر 1287 تا 25 تیر 1288 با نقش تاریخ ساز ستارخان در انقلاب مشروطیت و آزمونی که این سردار دلاور آزادی از سرگذران آشنا شد. سوم تیر ماه 1287 در تهران حکومت نظامی برپا شد و به فرمان پالکونیک روسی رئیس حکومت نظامی خانه‌گردی و دستگیری و کشتار مشروطه‌خواهان آغاز شد. در همان یورش‌های اول تمام نشانه‌های مشروطه از میان رفت. خانه‌های مشروطه‌خواهان غارت شد و آزادی‌خواهان دستگیر شدند. و پس از آن میرزا جهانگیر سور اسرافیل، ملک المتکلمین، قاضی ارداغی، سید جمال واعظ و سلطان العلمای خراسانی مدیر روزنامه روح القدس به فرمان محمد علی شاه خونریز به شهادت رسانده شدند. آتش مشروطه نه تنها در تهران بلکه در سراسر ایران خاموش شد. به جز تبریز و تنها در بخش کوچکی از یک محله تبریز در امیرخیز خردک شرری هنوز بر جا بود. اما ستارخان دلاورانه و اقتدار تنها با یاری چند نفر انگشت شمار برخاست و این آتش خفته را به شعله تبدیل کرد. شعله ای که به زودی تبریز را روشن کرد. تفنگچی های محله دوچی که طرفدار استبداد بودند و انجمن ملی تبریز و محلات مشروط خواه یورش بردند. اما مجاهدان امیرخیز با پایداری آنان را عقب راندند. شاه برای ریشه‌کن کردن نهال آزادی خواهی در تبریز عین‌الدوله دشمن سرسخت مشروطه را والی آذربایجان کرد و از او خواست تا به هر شیوه ممکن جنبش تبریز را از پای درآورد. 22 تیر ماه یک مزدور استبداد یعنی رحیم خان چلیپانلو با نیروهایش با تمام قوا به تبریز یورش برد. در همین روز سهام الدوله با فوج ملایر به یاری مزدوران مهاجم آمد و جنگ سختی در تبریز در گرفت. محلات مشروطه خواه از هر سو مورد هجوم و تاخت و تاز قوای استبداد قرار گرفتند. این تهاجم ها آنچنان سخت و شدید بود که بسیاری از محلات حامی ستارخان سلاح بر زمین نهادند. در این روز بسیاری از مجاهدان نومید شدند. برخی از مردم تبریز از بیم غارت خانه هایشان بیرق سفید به نشانه تسلیم بر سردر خانه ها افراشتند. اما ستارخان با یاران اندکش در محله امیرخیز همچنان می جنگید و هراسی به دل را نمی داد. کسروی می نویسد مشروطه از تمام ایران رخت بربسته و از تمام تبریز فقط در کوی امیرخیز و به دست ستار زنده بود. مجاهدان به گرد سر او کم می بودند و بیگمان شمارهشان به 20 تن نمی رسید. از روز 24 تیر نیروهای دولتی توپ‌اندازی به محله امیرخیز را آغاز کردند. سرکنسول روس در تبریز که گمان داشت این تهاجم‌های وحشیانه ستارخان را آماده تسلیم شدن کرده است، به محله امیرخیز پیش ستارخان رفت و از او خواست که بیرق روس را بر سردر خانه‌اش بیاویزد تا از کینه‌کشی نیروهای دولتی در امان بماند. ستارخان بیدرنگ در پاسخش گفت: جنرال کنسول، من میخواهم 7 دولت به زیر بیرق ایران درآید. من زیر بیرق بیگانه نروم. سرخم نکردن در برابر قدرت‌های خارجی
و پایبندی به استقلال یکی از مهمترین عوامل موفقیت سردار ملی در جنبش مشروطه بود. او در حالی که تبریز در محاصره بود و ورود آذوقه به شهر را هم بسته بودند، گفت: ما حاضریم علف و ریشه درختان بخوریم، اما تن به ذلت و خاری در برابر دشمنان نمی‌دهیم. روز 26 تیر ماه، ستارخان برای برانگیختن دوباره شور آزادی خواهی در مردم به ابتکار شورانگیزی دست زد. او سوار بر اسب با همان گروه اندک به محلات مشروط خواه نشین که بیرق سفید بر سر در خانه هایشان افراشته بودند تاخت و بیرق ها را با شمشیر یا با گلوله تفنگ به زمین ریخت. کسروی می نویسد: در اثر این ابتکار مردم دوباره به تکان آمدند و گرد نومیدی را از خود فشانده برای کوشش آماده گردیدند. ستارخان در همین روز با مجاهدان همراهش به اردوگاه رحیم خان تاخت و پس از یک نبرد شورانگیز آنها را به عقب نشینی واداشت. آوازه قهرمانی های ستارخان از همان روزهای اول قیام مشروطه در همه جا پیچید. محمد علی شاه برای سر ستارخان جایزه تعیین کرد، اما بعدها مشروطه خواهان به او لقب سردار ملی دادند و مطبوعات اروپا نیز او را گاریبالدی ایران نامیدند. مردم نیز درباره ستارخان اشعار و ترانه های بسیاری ساختند. سوم مرداد. پس از پیغام تند محمد علی شاه برای یکسره کردن فوری کار جنبش تبریز، یورشی از همه سو به محله امیرخیز آغاز شد و ستارخان و یاران پاکبازش دلیرانه به مقابله برخواستند. در این روز بیش از 70 تن از نیروهای دولتی از پای در آمدند. 17 مرداد. رحیم خان، شجاع نظام و دیگر فرماندهان نیروی دولتی با حدود 7000 جنگجو به همراه قوای شاه سوان و مراغه تهاجم به امیرخیز را آغاز کردند. به 10 ساعت نبرد بی‌وقفه 20 تن از مجاهدان به شهادت رسیدند و 70 تن از نیروهای استبداد کشته شدند. جنگ با پیروزی مجاهدان به پایان رسید. 18 مرداد. محله امیرخیز بار دیگر از همه سو به محاصره قوای مهاجم درآمد. گلوله مانند تگرگ از هر سو میبارید. ستارخان، قلب تپنده جنبش، با مقاومتی بی‌نظیر 242 تن از مهاجمان را به هلاکت رساند و قوای مسلح دشمن را به عقب نشینی واداشت. این پیکار و پایداری دو روزه باعث شد که بسیاری از آزادی خواهانی که سلاح بر زمین نهاده بودند دوباره به میدان شتافتند. 6 شهریور، جنگ دوباره با شدت تمام آغاز شد. در این روز سپاه ماکو که متجاوز از 3000 تن بودند و در صفاکی و وحشیگری مرزی نمی شناختند، برای پشتیبانی از نیروهای دولتی به امیرخیز یورش بردند. در تاریخ مشروطه آمده است: کسانی که آن روز در تبریز بودند به یاد توانند آورد آن ویرانی ها که سپاه ماکو در سر راه خود از خوی تا تبریز کردند، به یاد توانند آورد آن آتش را که در سوالان افروختند، به یاد توانند آورد آن ترس و تکانی را که به شهر انداختند، پس از آن به یاد توانند آورد آن سیلی خشم را که از دست مجاهدان خورده و بازگشتند. 30 شهریور، عین الدوله برای ستارخان پیغام تهدید آمیزی فرستاد که اگر تا 48 ساعت دیگر شهر تسلیم نشود، لشکرهای دولتی به شهر در آمده و آنچه می باید درباره گردنکشان خواهند کرد. اما ستارخان نه تنها عقب نشینی نکرد،
ظهر پنجشنبه دوم مهر با اتمام مهلت اولتیماتوم 48 ساعته چند گلوله توپ به سنگرهای دولتی شلیک کرد و این چنین پایان مهلت اولتیماتوم را به دشمن یادآوری نمود. شوریدن علیه تعادل قوای موجود یکی دیگه از رازهای موفقیت سردار. سردارخان برخلاف کسانی که از تهدید و اولتیماتوم دشمن به هراس می‌افتادند و راه سازش یا عقب نشینی را پیش می‌گرفتند، از تهدید 48 ساعته استقبال کرد و در آخرین دقایق پایانی اولتیماتوم با شلیک توپ به سنگر سرکوب در واقع پیام داد: بیا ما منتظریم. سپم مهر. توپ باران شهر آغاز شد. سخت‌ترین مرحله مقاومت در تبریز فرا رسید. قشون دولتی تا غروب آفتاب 540 گلوله توپ بر سر مردم شهر فرو ریختند و در همان حال از همه سو به شهر یورش بردند. اما باز هم مقاومت سرسختانه ستارخان و همرزمانش نه تنها جلوی پیشروی قشون دولتی را سد کرد، بلکه آنچنان شکستی بر آنها وارد ساخت که با به جای گذاشتن 300 کشته روی به گریز نهادند. با شکست فاحش و پرخفت قوای مهاجم و پیروزی شگفت ستارخان در این رزم نابرابر، دوره جدیدی در تاریخ جنگ های تبریز گشوده شد. به قول کسروی، مردم تبریز از ترس در آمده این دانستند که یک شهری چون درفش مردانگی برافراشته، دست یافتن به آنجا کار دشواری می باشد. از سوی دیگر هواداران دولت نومید شدند و نام عین‌الدوله خوار گردید. جمعه 17 مهر، مجاهدان به قلب سپاه عین‌الدوله شبیخون زدند و تا نزدیکی چادر وی پیشروی کردند. این پیروزی شکاف را در نیروهای دولتی عمیق‌تر کرد و قشون سرکوب دچار ترس و نومیدی شدند. هر شب دسته ای از آنان گریخته و صحنه را ترک کردند. دیگر زمان تهاجم تمام عیار ستارخان و مجاهدان فرا رسیده بود. 20 مهر، ستارخان و یارانش برای پاک کردن تبریز از مزدوران شاه به محله دوچی که مرکز دشمنان مشروطه بود و آخوندهای پیرو شیخ فضل‌الله نوری مانند میرهاشم دوچی و میرزا حسن مجتهد و سران قوای دولتی در آن حضور داشتند، حمله بردند و پس از نبردی چند ساعته آنها را از آن محله بیرون ریختند و این چنین تبریز قهرمان یک پارچه به دست آزادی خواهان افتاد. از آن پس جنبش تبریز دیگر شهرهای آذربایجان را به شور و خروش آورد، به طوری که 6 ماه پس از آغاز رویارویی ها سلماس و ملند و خوی نیز به تصرف نیروهای آزادی خواه در آمد و در این مدت صف رزم‌آوران ستار از 20 مجاهد پاکباز نخستین به 40,000 تن رسید. در آستر آذربایجان و در طی آن گیلان یک پارچه شور آزادی خواهی شد و سرانجام در 25 تیر ماه 1288 شمسی تهران به تصرف مشروط خواهان در آمد. این چنین بود که پاکبازی و دلاوری و تدبیر ستار در مقابله با سختی و تعینای استبداد برای همیشه در تاریخ میهنمون جاودانه شد و از همون مشعل شعله ها روید و سنت پایداری در برابر نظام سرکوبگر جاری شد. بله، بعد از اون آزادی خواهان و مجاهدان واقعی سلاح سردار رو برداشتن و هیچ تنگنایی رو در هیچ شرایطی به رسمیت نشناختن. اینجا بود
که معطل نشدیم. مرکب عشق و امید سردار رو سوار شدیم. تفنگش رو بوسیدیم و برداشتیم. مثل علی موسیو و حاجلی دوافروش که شماها باید خوب بشناسیدشون. مرکز غیبی درست کردیم. رفتیم و رفتیم. هر وقت که راه پرفراز و پرسنگلاخ بود، پرفراز و نشیب بود، هر وقت که فشارها زیاد بود، درست مثل سربازهای سردار در بحبوحه جنگهای تبریز، صدای صمیمی سردار رو شنیدیم که با عتاب میگفت آهای آهای آنام قربان، و بلند شدیم. این که مهم نبود تعداد ما کم بود و تعداد مستبدین زیاد بود. مگه قرآن نگفته بود که بسیار گروه های کم و اندک که با اعتقاد و آرمان بر گروه های بسیار ولی بی آرمان و بی اعتقاد پیروز می شوند؟ چرا که خدا یار مقاومت کنندگان است. کم من تعتن قلیلتن غلبت فعتن کثیره به اذن الله و الله مع الصابرین. بله، این تکه کلام سردار در گوشمون تنین می انداخت همیشه، اونجا که می گفت آزادان آز، چختان چخ گرلر. و اینطور بود که امروز فرزندان و نوادگان سردار زیاد شدن، چرا که از هر قطره خون سردار مجاهدی که بر خاک افتاد، ده ها مجاهد بر خاک لاله ها رو میدن. بعد از فتح تهران کم کم نیات میوه چینان و دزدان انقلاب آشکار شد. روز دهم مرداد وزیر خارجه ایران با وزیر مختار روس در خصوص خلع سلاح مجاهدین به توافق رسیدند. دو روز بعد مجلس شورای ملی از 8 تن از مجاهدان و سران بختیاری دعوت کرد که در مجلس حاضر شوند. بدین سان شرایط خلع سلاح مجاهدین آماده شد. با این زمین چینی حکومتگردانان تهران که از میوه چینان انقلاب بودند و اغلب از ملاکان و شاهزادگان بودند و به همین دلیل دل پرخونی از ستارخان و همراهان او داشتند، مقدمات اجرای توطئه‌ای علیه ستارخان را چیدند. توطئه این بود که سلاح از کف مجاهدین جان مکف بگیرند و اگر موقعیت مساعدی باشد خود آنها را قلع و قمع کنند. عصر روز 14 مرداد 1289 در سال روز صدور فرمان مشروطه، پارک اتابک محل استقرار ستارخان و یاران او گلوله باران شد. مردی که آن همه جنگ های سخت را دیده و آسوده بیرون جسته بود در اینجا بدترین گزندی یافت. بله، همین زخم سردار سازش ناپذیر مشروطیت انقلاب رو خونشین کرد تا آنکه بالاخره در منتهای مظلومیت و تنهایی در 25 آبان 1293 درگذشت. اما صدای راستین انقلاب مشروطه هرگز خاموش نشد. ادامه دهندگان واقعی راه سردار هرگز در برابر دشمن زانو نزدند و مقهور تعادل قوای حاکم نشدند و مشعل شعله‌ور آزادی و استقلال میهن رو همواره زنده نگه داشتند. از حیث عقیده و مرام هم ما ادامه کمال یافته
همون اسلامی هستیم که در قریب گلوله های سردار نطفه بست. وقتی که پرچم های سفید ننگ و تسلیم رو از هم می درید و پرچم سرخ حسینی رو بر در خونه های تبریز به اهتزاز در می آورد، اسلامی که در قریب تفنگ های مجاهدین همه محلات تبریز رو از ارتجاع و استبداد تهی کرد، هزاران هزار بار از میان آتش و خون گذشت، بر علیه استعمار شورید، روی اسب سردار کوه و دشت رو نوردید، در مردانگی و مروت و مردم دوستی علی گونه در سردار تجلی کرد، با نامردمان هرگز سازش نکرد، جانب محرومان رو هیچ وقت راه نکرد. و چه رنج ها و چه محرومیت ها و چه تهمت ها که تحمل نکرد. یک روز در کسوت سردار به کالسکه نشوندندش، در شب عید درست 1289 از تبریز محترمانه به تهران تبعیدش کردند. بعد اونجا همه متلک های به اصطلاح روشن فکر ها و فلان و دوله ها و فلان و سلطنه ها رو نثارش کردند که این سردار لهجه داره و این سردار سواد نداره، تا در پارک اتابک به تیر دشمنان جرار زانوش رو فلج بکنند، دغمرگش بکنند. ولی سردار که نمرد، در تهران ریشه کرد، سرچشمه شد، نه آتشکده شد. مگه نه که از سرزمین آذر، از آذر آبادگان آمده بود. یک شعلش رفت به گیلان، جنگید و جنگید، کوچکان شد. شعله های دیگرش، رودبارهای پرخروش دیگرش، هر کدوم راه ولایتی رو در پیش گرفتند، رفتند و همه جا آتش به پا کردند. پیام آذرخش رو از آذرآبادگان بردند و در فراز کوه ها و جلگه ها به پا داشتند. مدرس ها شدند، مصدق ها شدند، فاطمی ها شدند، سرداران همه جا ریشه کردند، بچه کردند و امروز ما نواده های اونها هستیم. و خدا کنه که باشیم. تاریخچه 30 سال گذشته نشون داد که با آموزش از قیام ستار میتوان در هر شرایطی علیه هیولای خوناشام ستم و ارتجاع، شوری و اختاپوس ترس و تردید و ناامیدی رو به بند کشید. و امروز تحقق آرمان سردار از هر زمان دیگر دست یافتنی تره. یاد ستارخان سردار ملی در روز درگذشتش هنوز هم فرزندان ایران رو به مجاهدت میخونه. به روان پرفتوح او درود.